پس از ضرب و شتم دانش آموزان در اردبیل، مردم در نقاط مختلف این شهر تجمع کردند. سلام، من توبا زکی پور با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. پس از انتشار گسترده خبرهای مربوط به حمله نیروهای لباس شخصی به دختران دانش آموز مدرسه شاهد اردبیل، مردم و دانشجویان در نقاط مختلف این شهر به خیابان آمدند و شعارهایی علیه جمهوری اسلامی سر دادند. پیشتر مقاومت دختران دانش آموز در برابر رفتن به مراسم اجرای سرود حکومتی سلام فرمانده به حمله نیروهای امنیتی و بازداشت شماری از آنها منجر شده بود. همچنین ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مردم اردبیل رو در روی مأموران امنیتی شعار می‌دهند توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه. از سوی دیگر حسن عاملی امام جمعه اردبیل در مصاحبه با روزنامه هم‌میهن اعتراض خانواده دانش آموزان به بردن فرزندانشان به مراسم حکومتی سلام فرمانده را تایید کرده اما کتک زدن و مرگ دانش آموزان را رد کرد. در این برنامه دیدگاه همراه با لیلا سعادتی عضو تحریریه ایران اینترنشنال از انگلستان آخرین رخدادها بعد از حمله لباس شخصی ها به مدرسه شاهد اردبیل را بررسی می‌کنیم. خانم سعادتی، در مورد آخرین اتفاقاتی که بعد از حمله لباس شخصی ها به مدرسه شاهد اردبیل در این شهر رخ داده به ما توضیح بدید و اینکه چه اطلاعات تازه‌ای در دست دارید؟ من دیروز شنبه که در مورد حادثه مدرسه شاهد اردبیل که صحبت کردم با شما، در واقع گفتم که اون اطلاعاتی که به دستمون میرسه ممکنه هر لحظه اطلاعات بیشتر و دقیق‌تری به ما برسه. از دیروز و امروز هم همچنین هم با یعنی مخاطبانمون هم شهروندان در اردبیل و بعضی از والدین دانش آموزان هم به ایران اینترنشنال و هم به خود من شخصا پیام داده بودند و بیشتر اطلاعاتی که ما ارائه کرده بودیم رو در واقع تایید کردند و دوباره هم تایید کردن و گفتن که بله، دانش آموزان رو روز چهارشنبه بردن به اجبار همایش سلام فرمانده و دانش آموزان شعار دادن علیه جمهوری اسلامی، اونا رو برگردوندن. همیشه همراه اینا نیروهای امنیتی وجود داشته، در واقع گارد ویژه بوده، حمله کردن به مدرسه، بچه‌ها رو کتک زدن، موهای بچه‌ها رو کشته بودن، ضرب و شتم کردن، تعدادی از بچه‌ها زخمی شدن. همچنین به ما گفتن که تعدادی از بچه‌ها هم که زخمی شده بودن به درمانگاه ها و بیمارستان های مختلفی هم برده شده بودند برای اینکه در واقع درمان بشن، ولی به ما گفتن که اون دختر خانومی که دانش آموز کشته شده در واقع صحت داره و بله یک نفر کشته شده و به ما منابع محلی ما گفتن که یک نفر دیگه حداقل در کما هست، یکی از دانش آموزا هنوز، ولی چون جو بیمارستان ها به ویژه علوی و فاطمی خیلی در واقع امنیتی هست، اطلاعات خیلی قطع چکانی به اونا میرسه. همچنین والدین به ما گفتن که پیگیری هایی که در واقع صورت گرفتیم هستش که بله، مدارس به اجبار بچه‌ها رو و دانش آموزان رو میبرن به همایش سلام فرمانده. یکی از والدین میگفتش که وقتی که ما گفتیم که شما اجازه ندارید بدون اجازه ما این کار رو بکنید، گفتن که بهتر هستش که مقاومت نکنید، به نفع بچه‌هاتونه، فردا اینا میخوان کنکور بدن و ممکنه که مثلا دردسر براشون ایجاد بشه. این آخرین اطلاعات هست، ولی همچنان هم من اینجا هم باز هم میگم که ممکنه که در ساعت‌های آینده باز هم اطلاعات تکمیل‌تری رو به دست ما برسه که حتما اعلام می‌کنیم. تصاویر جدیدی هم به دست ایران اینترنشنال رسیده که گفته شده ابعاد روشن‌تری رو به ما نشون میده. در این تصاویر چه می‌بینیم خانم سعادتی؟ بله، یک تصویر به دست ما رسیده از مدرسه‌ای که آمبولانسی در واقع وارد اون میشه و کاملا مشخصه، خیلی صدای جیغ میاد از مدرسه، صدای فریاد میاد ملتهب به فضا. آمبولانس وارد مدرسه میشه، بعد با برانکارد میرن و تعدادی از دانش آموزان رو در واقع میارن بیرون. همچنین در اون تصویر می‌بینیم که شخصی، یک آقایی در واقع به ما گفتن که لباس شخصی بوده، یک ویلچری رو داره، یک ویلچر رو از پشت درختی در واقع میاره بیرون و یک دانش آموز دختر رو اون نشسته و معلومه که حال مساعدی نداره اون دانش آموز. در واقع این تصویری هستش که به دست ما رسیده و ثابت میکنه که در مدرسه زد و خورد شده و آمبولانس اومده و بچه‌ها رو می‌خواسته انتقال بده. انتشار خبر حمله به مدرسه شاهد اردبیل و رخدادهایی که دیدیم چه واکنش‌هایی در داخل ایران به دنبال داشته و مقام‌های جمهوری اسلامی چه گفتند؟ که ایران اینترنشنال این خبر رو در واقع پوشش گسترده داد و هر لحظه اطلاعات بیشتری بر اون اضافه کرد،
ما واکنش های خیلی زیادی رو از طریق مقامات، چهرهای مثل امام جمعه اردبیل، وزیر آموزش و پرورش، اگه بخوام دونه دونه با اونا مثلا اشاره کنم، اول از که وزیر آموزش و پرورش اومده و گفته که کلن تکذیب کرده زد و خورد با دانش آموزا رو و زخمی شدن دانش آموزا و حتی کشته شدن یکی از دانش آموزا رو کلن تکذیب کرده و گفته که اصلا اینقدر جو آرامی بوده که بعد از حماشه سلام فرمانده همه برگردونده شدن به مدرسه و خیلی همه چی آروم بوده و اینکه ما کمتر از گل به دانش آموزانمون نمیگیم، یعنی آموزش و پرورش وزیر تکذیب کرده. بعد ولی خب میدونیم که شورای صنفی معلمان جوابش رو داده و گفته که شما وزیر نالایقی هستی و بهتر هستش که استعفا بدی. همچنین امام جمعه اردبیل صحبت کرده با رسانه‌ها و یک نکته رو تاکید کرده و تایید کرده که نباید در واقع نباید دانش آموزان به اجبار و بدون اطلاع خانواده ببرن به همایش سلام فرمانده، اما کشته شدن یک دانش آموز در مدرسه رو کلن تکذیب کرده و قسم خورده که همچین خبری صحت نداره. همچنین نماینده اردبیل در مجلس داستان دیگری رو از کشته شدن و مرگ در واقع اسرا پناهی که گفته میشه اون دختر هست که کشته شده، ما هنوز اسمش رو 100% تایید نمی‌کنیم ولی چیزی که در رسانه داخلی هم بهش پرداختن، اسم اسرا پناهی آورده شده و گفته شده که نه، این دختر همون روز در واقع قرص خورده و خودکشی کرده، برخلاف اینکه البته دیروز رسانه داخلی رفته بودن سراغ عموی دختری به نام اسرا پناهی و گفته بودش که اسرا پناهی بله برادرزاده من بیماری قلبی داشته و بعد از فوت پدرش حالش بدتر شده وقتی قضیه فوت کرده. یعنی کلا سناریوها و داستان جدیدتری و متفاوتری از مقام داریم میشنویم. یک نکته دیگه هستش که مدیر کل آموزش پرورش استان اردبیل که ما خیلی در موردش هم دیروز حرف زدیم و در گزارش هامون اسمش رو آوردیم و گفتیم که یکی از عوامل در واقع سرکوب و یورش نیروهای امنیتی به مدارس و حمله کردن به دانش آموز ایشون هست، یکی از عوامل، سکوت اختیار کرده و هیچ گونه واکنشی نداشته و رسانه‌های داخل ایران هم خیلی به این موضوع سر کردن برن بپردازن و بخوان که حقیقت کشفن، که ما می‌دونیم که حقیقت در واقع در رسانه‌های داخل ایران عموما بازتاب داده نشه. خانم سعادتی، بعد از روشن شدن اونچه که در مدرسه شاهد رخ داد و قصد حکومت برای اجباری کردن رفتن دانش آموزان به مراسم سرود حکومتی سلام فرمانده، فراخوان‌هایی برای اعتراضات در اردبیل منتشر شد. درباره اعتراضات شکل گرفته چه جزئیاتی دارید؟ دیروز که تا بعد از ظهر که ما داشتیم گزارش‌ها و تصاویر مرتبط هم با مدرسه رو پوشش می‌دادیم، هم تصاویری که از اعتراضات در اردبیل میومد، خب تصاویر متنوعی بود، این که واقعا در خیابان‌های مختلف اردبیل تجمع اعتراضی شکل گرفته بود. اما بعد که اینترنت قطع شد کلاً، ما دیگه زیاد دسترسی در واقع به تصاویر نداشتیم، مخاطبان ما میگفتن که فقط اینترنت داخلی دارن که خیلی هم آسون نیست ارتباط با اون در واقع و اینکه نمی‌تونن تصویر برسن. ما در نصف شب از نیمه شب گذشته در واقع تصاویر بیشتری رو از اردبیل دریافت کردیم و دیدیم که خیلی، یعنی حضور مردم در اردبیل بسیار گسترده بوده و خیلی از جوان ها اومده بودن به خیابان شعار میدادن و آتش روشن کرده بودن که روبروی ماموران امنیتی بیستن. همچنین ماموران امنیتی و گارد ویژه و نوپو با ماشیناشون توی خیابان‌ها رژه می‌دادند. گاهی وقتا در واقع جوانان اردبیل و مردم اردبیل اونا رو به عقب می‌روندن، سعی می‌کردن هر کدومشون یا با شعار یا با صحبت کردن با ماموران امنیتی اونا رو متقاعد کنن که کارشون اشتباه هست. بنابراین می‌بینیم که تجمع خیلی گسترده‌ای در اردبیل شکل گرفته بود که ما در تلویزیون سعی کردیم خیلی پوشش بدیم اونا رو. از افرادی که در جریان این اعتراضات بازداشت شدن و همینطور آخرین وضعیت دانش آموزان معترض بازداشت شده، چه جزئیات بیشتری به دستتون رسیده؟ هنوزم واقعا تاکید میکنم که ما این اطلاعاتی که داریم تا این لحظه است، هر اطلاعاتی از این حادثه داریم و ابعاد گسترده‌ای که داره و ممکن از این وقت خیلی اطلاعات کامل بشه. اطلاعات جدیدی که ما داریم این هستش که ما دیروز گفتیم که 19 تا دانش آموز بازداشت و زخمی شدن، اما اطلاعات ما که کاملتر شد و منابع ما اطلاعات دقیق‌تری به ما دادن، مشخص شده که مثلا بیش از 30 دانش آموز، حدود گفته میشه 34 دانش آموز در واقع بازداشت و زخمی شدن. کسانی که هم که زخمی شده بودن به درمانگاه‌ها اطراف برده شدن و اونجا مورد
پانسمان قرار گرفتن. یکی از دانش آموزا به ما گفتش که شوک شده بوده و به اونو بردن به یکی از درمانگاه‌ها و الکترود ظاهرا بس کردن بهش که حالش بهتر بشه. بنابراین ما اطلاعات دقیقمون تا الان این هستش که بیش از 30 تا در واقع دانش آموز یا بازداشت شدن یا زخمی هستن. البته گفته میشه که هنوز خانواده ها دنبال این هستن که برن و جواب بگیرن از اداره کل آموزش پرورش و مسئولان که چه بلایی سر بچه هاشون اومده. خانم سعادتی، شما اشاره کردید به بحث کمبود اطلاعات به واسطه مشکلاتی مثل قطعی و بروز اختلال در اینترنت توسط حکومت. درباره لزوم اطلاع رسانی هم به ما بگید و اینکه خانواده ها در این باره چطور میتونن عمل کنن؟ دو تا نکته هست. یکی این هستش که خب اینترنت هم که خودت گفتی اختلال داره، قطع میشه، ممکنه که اطلاعات دیرتر به دست ما برسه، خیلی دقیق به دست ما نرسه. ما هر اطلاعاتی هم میگیریم به خاطر اینکه یعنی صحت و سقمش رو بسنجیم یه ذره زمان بیشتری رو صرف میکنیم که اونو صحت سنجی بکنیم. یه مقدار این وقت هم وقتگیرم از وقت هم میبره. بنابراین ما اطلاعات دقیق تری رو ارائه کنیم. بنابراین هر چقدر شهروندان، هر چقدر معترضان، هر چقدر مردم اتفاقی براشون میفته ما رو آگاه بکنن، به هر طریقی که شده صداشون رو برام بفرستن، ارتباط با ما بگیرن زمانی که اینترنت دارن و اطلاعات دقیق به ما بدن، عالی خواهد بود. اما نکته دیگه این هستش که خب خیلی از خانواده ها رو تهدید کردن الان، یعنی بسیاری از دانشجویان به ویژه خانواده هاشون خیلی تهدید شدن و همین تهدید اونا رو ترسونده. ولی من اینجا دارم میگم که هر گونه اطلاع رسانی از وضعیت دانش آموزان، دانشجویان و ایران در واقع نور تاباندن بر تاریکی هست و خیلی تجربه ثابت کرده به نفع در واقع اون خانواده و اون شخصی هستش که بازداشت شده. این خیلی به ما کمک خواهد کرد و من میخوام که واقعا مردم تو این زمینه ما رو یاری کنن. بسیار سپاسگزارم از شما لیلا سعادتی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال از لندن، انگلستان. من توبا زکی پور از طرف خودم و رضا اکبانیان تهیه کننده این برنامه دیدگاه از شما تشکر می کنم.